کرونا، ویروسی که تا شام روز چهارشنبه بیشتر از 876 هزار تن را در سراسر جهان بیمار ساخته، بیش از 43 هزار تن هم جان باختند، اما بیشتر از 183 هزار تن دیگر درمان شدند. برای شنیدن پاسخهای پرسشهای مهم در این باره، راههای پیشگیری و پیشبینیها درباره آینده ویروس کرونا در جهان با کامیار علایی، متخصص مبارزه با ایدز، کارشناس بین المللی بهداشت و استاد دانشگاه در ایالات متحده گفتگو میکنیم. آقای علایی، به برنامه خوش آمدید. من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. سپاس. پرسش ها را کوتاه آغاز میکنیم. فرق ویروس کرونا با ریزش یا سرماخوردگی عادی در چی است؟ در واقع خیلی از موارد علت سرماخوردگی هم ویروسی به نام کرونا هست، اما فرقی که این داره یک تغییری در ساختار خود ویروس ایجاد شده که خودش رو نسبت به نه تنها سایر سرماخوردگی ها بلکه اعضای قبلی خانوادهش مثل سارس و مرس تغییر ایجاد کرده، به طوری که اولا این ویروس از حیوان به انسان منتقل میشه مثل سارس و مرس، اما دوم قبل از اینکه فرد دچار علامت بشه میتونه بیماری رو به دیگران انتقال بده، و سوم اینکه بیشتر این افراد علائم خاصی رو ندارن، بیش از 81%، و همچنین میزان مرگ و میرش کمتر هست. یعنی در سارس حدوداً 10% افراد فوت میکنن، در مرس حدوداً 34% فوت میکنن، اما در این عفونت 2-3% فوت میکنن، که ممکن است بگید که این خوب است که کمتر میمیرن، اما چون کمتر میمیرن باعث میشود افراد چون علائم کمتری دارن به سر کارشون بیاید و در واقع رفت آمد بکنند با خانوادهشون، با پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، و همین مسئله باعث میشود که عفونت را به دیگران منتقل کنند، و افرادی که بالای 60 سال هستند میزان مرگ و میر در آنها بالا هست و بالای 70 سال تا 15% ممکن است افراد بمیرند. امروز در چین اعلام کردند که بیشتر از 1300 تن از بیماران هیچ علائم نداشتند. آیا ممکن است که این بیماران هم انتقال بتن ویروس را، ناقل ویروس باشند، در حالی که خودشان هیچ نشانه ندارند؟ بله، متاسفانه همینطور هست. یعنی چه افراد قبل از این که دچار علامت بشوند میتوانند عفونت را منتقل بکنند، چه اینکه مبتلا به عفونت هستند ولی عفونتشون خیلی سطحی هست و علائم خفیفی دارند و فکر میکنند مثل سالهای قبل که دچار سرماخوردگی هستند اما متاسفانه اینها ممکن است دچار در واقع کرونا ویروس 19 شده باشند، و همین جاست که مشکل هست. به همین خاطر ما اعلام میکنیم هر کسی که فکر میکنه که دچار علائم سرماخوردگی هست، مخصوصا در شهرهای بزرگ و مخصوصا اگر سفر داشته است، سفر اخیر به ایران، یا دوستی داشته است که به ایران سفر داشته است، اینها ممکن است مبتلا به کرونا ویروس شده باشند. در افغانستان روزانه هزاران تن از ایران برمیگردند به کشور، بیشتر از مرز هرات وارد افغانستان میشن، اما تمامشان تست نمیشن و شمار رویدادهای مثبت کرونا ویروس هم در افغانستان اندک است. فکر میکنین علت ای کم بودن آمار چی است؟ فکر میکنین نیاز است که همگی باید تست شون؟ سوال خیلی خوبی است. در واقع انجام تست دادن دو تا مسئله میخوان. یکی اینکه باید تست وجود داشته باشد. آیا نمیدونم در وزارت صحت افغانستان به اندازه کافی تست کرونا ویروس وجود دارد یا ندارد؟ اگر وجود ندارد باید از سازمان جهانی بهداشت درخواست بشود، با توجه به اینکه مرز مشترک با ایران دارد و ایران هم بالاترین میزان را در خاورمیانه دارد، باید درخواست تست شود. یک. دوم این هست که مرز ورودی بهترین جایی برای کنترل این ویروس هست. به خاطر همین من توصیه می کنم که سعی کنند تعداد تست ها را در ورودی هایی که از ایران می آیند بیشتر کنند، در کنار شرح حال و اندازه گرفتن میزان تب افراد، چون ممکن است خیلی از افراد تب نداشته باشند، سعی کنند که در واقع مراقبت بیشتری بکنند. کاری که در هندوستان انجام شد، هندوستانی که با 1,300,000,000 جمعیت، چون اومد مرزاشو دقیق کنترل کرد و هر کسی که مشکوک بود رو قرنطینه کرد، باعث شد که بتونه این مسئله رو کنترل کنه. یکی از پرسش هایی که ذهن بسیاری از مردم درگیر کرده ای است که ویروس کرونا
کووید 19 چگونه پیدا شده؟ تئوری‌های توطئه به این اشاره میکنند که ویروس شاید ساخته دست بشر باشه و شاید هم یک سلاح بیولوژیک باشه. چون این چیز هم امکان داره؟ ببینید، شما نگاه بکنید در طی 20 سال گذشته این ویروس سه بار اومده است و ایجاد همگیری کرده است. همونطوری که گفتم، یک بار به عنوان سارس در سال 2002، یک بار به عنوان مرس در سال 2012 که از عربستان شروع شد و یکی هم همین اخیر. به خاطر همین بحث تئوری توطئه منتفی هست، چون که در طی 20 سال گذشته چند بار این مسئله پیش آمده است و اینکه اون تئوری توطئه در کدوم کشور بوده، چون الان همه کشورهای دنیا آبلوده شدن، خیلی از افراد فوت کردن. این ماهیت ویروس هست که معمولا در خفاش ها وجود دارد و زندگی مسالمت آمیزی با خفاش ها دارد، اما در طی زمان تغییر ماهیت می دهد و این باعث می شود که قابل انتقال به انسان بشود و اونجاست که برای ما اهمیت دارد، چون که باعث می شود که از یک انسان به انسان دیگه انتقال پیدا کنه. مشابهش آنفولانزا هست که در واقع هر چند سال یک بار تغییر ماهیت می دهد و باعث مرگ و میر می شود. اما مشکلی که این دارد در مقایسه با آنفولانزا این هست که میزان مرگ و میر در آنفولانزا 0.1% هست، ولی میزان مرگ و میر در این 2-3%، یعنی حداقل 10 برابر بیشتر از آنفولانزا باعث مرگ و میر می شود. سوالات مشخص‌تر درباره راه‌های پیشگیری. آیا ویروس کرونا از طریق جهاز هاضمه یا دستگاه گوارش میتونه به انسان انتقال پیدا کنه؟ خوشبختانه راه انتقالش مشخص هست که از طریق تنفسی هست، اون هم در واقع از طریق قطره‌های تنفسی. یعنی یک فردی که دچار بیماری هست وقتی که عطسه یا سرفه میکند، با این آب دهنش، با این قطره‌های تنفسی که از ریش بیرون می‌آید، این ویروس هم در اینها وجود دارد و بیرون می‌آید و چون قطره‌های تنفسی سنگین هستند باعث میشه که در طی 1.5-2 متر اطراف فرد کسانی که در نزدیکیش هستند مبتلا بشن، اما افرادی که فاصله بیشتری دارند شانسش خیلی کمتر هست. پس ویروس کرونا در هوا وجود نداره و از طریق هوا انتقال نمیکنه. در واقع میشه گفت که در هوا میتواند قابل انتقال باشد و ممکنه در محیط هوا 1-2-3 ساعت هم بمانند، اما مثل بیماری های دیگری نیست که اگر یک نفر در یک فضای باشه بره چند ساعت بعد یا یه روز بعد بیاد یه نفر دیگه آلوده بشه، یا اگر یک طرف سالن مبتلا باشه طرف دیگه سالن اگر یک نفر باشه مبتلا میشه. به خاطر همین از طریق مطلق هوا نیست، بلکه از طریق قطره‌های تنفسی هست که ممکنه طول بکشه، سبکتر بشه تا فرود بیاد، ولی وقتی که فرود اومد در اطراف فرد عطسه که سرفه میکنه در میزش، در موبایلش، در لپتاپش، در دستگیره دستی که استفاده میکنه خیلی ها مبتلا میشن. الان بررسی هایی که در نیویورک انجام شده است که چرا این همه آدم در نیویورک مبتلا شدن، دیدن یکی از علتهاش آسانسور هست، چون خیلی ما آسمون خراش در نیویورک داریم، ساختمان های بلند داریم، افرادی که از آسانسور استفاده میکنن دکمه آسانسور رو میزنن، این باعث شده که یک فردی که آلوده بوده دست بزنه به دکمه آسانسور، فرد دیگه که سالم بوده دست بزنه مبتلا بشه. یا مترو، چون خیلی از افراد از مترو استفاده میکنن، همین که دستشون رو به دیوار مترو میزنن باعث شده که خیلی ها آلوده بشن. پزشکا توصیه کردن که مرتب آب گرم نوشیده شود تا ویروس از گلو به معده بره و اوج با اسید معده از بین برده شود. این درست است؟ این زیاد مطرح نیست، چون بیشتر در واقع از طریق تماس هست. یعنی فردی که مثل من دستش آلوده میشه، وقتی که به صورتش میزنه، به چشمش میزنه، باعث میشه که در واقع مبتلا بشه. به خاطر همین این مسائل خیلی نمیتونه جلوی انتقال رو بگیره. مهمترین مسئله شستن دست است. اگر ما دست را مدام بشوریم 20 ثانیه با صابون یا با الکل، اگر صابون نبود، باعث میشیم که خطر انتقال خیلی کاهش پیدا کنه. شستن دست و فاصله گیری فکر میکنم مهمترین موارد به خاطر پیشگیری هستند. اما پوشیدن ماسک چطور؟ نیاز است بر تمام افراد یا فقط بر کسایی که بیمار هستند و یا از بیمار مراقبت میکنند؟ در واقع اولا بستگی به نوع ماسکش داره، چون ما یه سری ماسک هایی داریم مثل ماسک های جراحی، یک سری ماسک های تخصصی داریم بهش میگن N95.
اول مسئله همونطوری که گفتید، فردی که مبتلا هست باید از ماسک استفاده بکنه، چون وقتی که عطسه یا سرفه میکنه پخش میشه، این ماسک باعث میشه 70% میزان انتقالش رو کم بکنه. دوم، افرادی که همونطوری که گفتین در تماس نزدیک با اون فرد هستن، مثل اعضای خانواده. و سوم، پرسنل پزشکی بهداشتی که باید از ماسکای بهتری مثل N95 استفاده بکنن، چون اینا ممکنه در طی روز 100 نفر یا 200 نفر رو بگیرن. و سوم این هست که اگر فرد در محیط دربسته قرار میگیره، مثل مترو، مثل اتوبوس، مثل تاکسی یا راننده تاکسی هست، یا اینکه شغلی داره که در واقع در مغازه هست، دائم در تماس هست، چون نمیدونه کی داره و کی نداره، توصیه میشه بهتره که ماسک استفاده کنه. ماسک ممکنه که خیلی پیشگیری نکنه، اما میتونه شدت انتقال رو کاهش بده. گرمی هوا میتونه ویروس کرونا را از بین ببره؟ در واقع گرمی هوا فرق داره. بله، درجه هوا اگر زیاد بشه میتونه ویروس رو در واقع فعالیتش رو کم بکنه، اما مناطقی که گرم هستن لزوما باعث نمیشه که افراد دچار ابتلا به این مسئله نشن. همونطوری که ما میدونیم در گذشته در تابستان هم افراد میتونستن سرما بخورن. علتی که اسم اینا میگن سرما خوردگی یا میگن در فصل زمستان بیشتره، چون افراد در فصل زمستان، چون هوا سرده، در فضاهای سربسته قرار میاد، در بسته قرار میگیرن، باعث میشه که تماسشون با هم نزدیکتر بشه و همین مسئله باعث میشه که به راحتی به دیگران منتقل کنن. هر فردی که مبتلا است میتونه به طور متوسط به 3 یا 4 نفر منتقل کنه و هر کدوم از اون 3 یا 4 نفر هم میتونن به 3 یا 4 نفر دیگه منتقل کنن، بنابراین باعث افزایش لگاریتمی یا تصاعدی میشه. پس میتونیم امیدوار باشیم که وقت هوا گرم شد و شیوع ویروس کاهش پیدا کنه؟ ممکن است در اینکه هوا گرم بشه افراد بیشتر بیرون برن، بیشتر در واقع کوه و صحرا و دشت و اینا برن، فاصله ها بیشتر بشه، شدتش کمتر بشه. اما وقتی که یک قسمت نیمکره زمین هوا گرم میشه، جای دیگه سرد میشه. به خاطر همین الان نگرانی که وجود داره این هست که در آفریقا، که بعضی از کشورها هنوز شدت در واقع عفونت زیاد نیست به خاطر تابستون بوده، در پاییز شروع بشه مبتلا بشن و بعد در زمستان اینا برگردن وقتی سفر میکنن به کشورهای دیگه منتقل کنن به ما. به خاطر همه ما دوباره ممکنه 6 ماه دیگه 9 ماه دیگه دوباره بازگشت این ویروس رو داشته باشیم. ویروس کرونا تا چند ساعت بر روی سطوح باقی میمانه، مثل آهن، چوب، زمین و اشیاء دیگه؟ بستگی داره. در واقع در بعضی از اشیاء مثل چوب و فضای اطراف اداری ممکنه 2 ساعت 3 ساعت و در ممکنه روی فلز 24 ساعت تا 48 ساعت هم باقی بمونه. به خاطر همین توصیه که میشه دائم سعی کنیم تمیز کنیم محیط اطرافمون رو، ضد عفونی بکنیم. هر چقدر ضد عفونی کردن بیشتر بشه میزان ویروس کمتر میشه، هر چقدر شستن دست بیشتر بشه تماس کمتر بشه، باعث میشه که این ویروس در واقع کمتر بشه. به خاطر ما باید بعضی از فرهنگ های خیلی خوبی که داریم، مثل دست دادن، رو بوسی کردن، اینا رو متوقف کنیم حداقل برای 2 تا 3 ماه دیگه. یعنی ما بگیم من چون تو را دوست دارم با تو دست نمیدم، من چون تو را دوست دارم با تو رو بوسی نمی کنم. این که خطر شیوع ویروس کرونا بیشتر از این وجود داره و ای که یک تعداد از بیمارا هیچ علائمی نمی داشته باشند، فکر میکنین که اهمیت قرنطین را بیشتر میسازه؟ بله، چون که برای ویروس واکسن وجود نداره، چون که درمان قطعی براش وجود نداره، تنها راهی که برای ما میمونه قرنطینه هست و قرنطینه هم باید درست انجام بشود. یعنی افراد باید در منزل بمانند و اگر نیاز به تهیه غذا دارن، تنها 1 نفر از اعضای خانواده مسئول تهیه غذا باشه، نه اینکه هر روز 1 نفر بره که باعث بشه افراد تماس‌های مختلف داشته باشند. و وقتی که اون وسایل رو تهیه میکنه برمیگرده دستاش رو بشوره، وسایل رو بشوره، که باعث بشه شدت انتقال کم بشه. کسی که بیمار است و ویروس کرونا دارد چه قسم میتونه خود را قرنطین بکنه یا منزوی بسازه خود را؟ باید چی کنه در این مدت؟
آیا این فرد علائم شدید دارد یا علائم خفیف دارد؟ اگر علائم شدید دارد مجبور است به بیمارستان مراجعه کنه و ممکن است نیاز به بستری داشته باشه، چون 15% این افراد دچار علائم شدید می شوند، 5%شان به بیمارستان می روند، 2%شان ونتیلاتور نیاز دارند و 1%شان نیاز به ICU یا بخش مراقبت دارند. اما اونهایی که نیاز به مراجعه به بیمارستان ندارند، توصیه میشه که اگر میشه در خونه یک اتاق رو به عنوان اتاق قرنطینه در نظر بگیرن و این فرد خودش رو در اون اتاق نگه داره و سعی کنه تماسش رو با سایر اعضای خانواده کمتر بکنه، یا سایر اعضای خانواده از ماسک استفاده بکنن، دستاشون رو بشورن و باعث بشه که میزان انتقال کمتر بشه. در این مدت چی غذاها و نوشیدنی ها بهتر هستن به فرد بیمار؟ ببینین، هیچ تحقیق دقیقی نشده که چه غذایی باعث میشه که فرد مبتلا نشه، اما به طور کلی هر چقدر سیستم ایمنی فرد قوی تر باشه باعث میشه که مقاومت بیشتری در مقابل ویروس داشته باشه. از طرف دیگه کسی که دچار بیماری های زمینه ای هست، بیماری قلبی، کلیوی، قند خون یا سن بالای 60 سال، باعث میشه که میزان مرگ و میر یا بیماری شدید شدن بیماری بالا بره. به خاطر همین سعی کنن از غذاهای استفاده کنن که سیستم ایمنیشون قوی تر بشه، از ویتامین ها استفاده بکنن، غذاهای تازه بخورن و سعی کنن تغذیهشون رو خوب بکنن که بتونن مقاومت داشته باشن. اگر تمام اعضای خانواده مبتلا باشن به ویروس کرونا، مثل که ما در بسیاری از کشورها دیدیم، آیا نیاز است که هر کدامشان در یک اتاق جداگانه قرنطین باشن و یا ای که میتونن با هم زندگی کنن؟ همونطوری که گفتین معمولا 85% انتقال در خونه انجام میشه، فقط 15%ش هست در بیرون از منزل انجام میشه. اگر همه اعضا تست شدن و تستشون قطعی مثبت بود، دیگه نیازی به در واقع قرنطینه مجدد ندارن، فقط نسبت به دیگرانی که مبتلا نیستن باید قرنطینه صورت بگیرن. و کسایی که بهبود پیدا میکنن باید چی کنن؟ اونا میتونن که بیرون برن؟ آیا امکانش هست که دوباره مبتلا شون به ویروس؟ اگر فردی بهبود پیدا کرد، مهمتر از بهبود، چون گفتم 81% ممکنه علائم خفیف داشته باشن و اینا فکر کنن بهبود پیدا کردن، بحث بهبودی تنها برای خود فرد نیست، بلکه برای پیشگیری از انتقالش به سایر افراد هست. به خاطر همین کسی که دچار کرونا شده است باید 2 هفته حداقل، شاید هم تا 3 هفته در منزل بماند، ولو آنکه علائمش بهبود پیدا کرده، به خاطر اینکه به دیگران منتقل نکنن، چون بحث انتقال خیلی مهم هست. گزارش های بسیار نادری گفته شده که 1 یا 2 مورد فردی که خوب شده دوباره گرفته، ولی معمولا کسی که گرفت ایمنی بدنی نسبت بهش کامل میشه و دیگه معمولا نمیگیره. یکی از خطرهای بزرگ ویروس کرونا همین نفس تنگی گفته میشه. آیا راهی هست که انسان بتونه ششهای خود را قوی تر بسازه و مسئول تر شود در برابر نفس تنگی؟ ببینید، بحث نفس تنگی یعنی در واقع علائمی که بیمار پیدا میکنه، اول دچار تب میشه، بعدش تبش باعث دنبالش سرفه میشه، چون ما دستگاه فوقانی تنفس داریم، دستگاه تحتانی، این ویروس دستگاه تحتانی تنفس رو میگیره، باعث سرفه میشه و این سرفه خشک و مداوم و آزاردهنده میشه و به تدریج چون بدن نسبت به این عفونت واکنش نشون میده، این التهابی که ایجاد میشه باعث میشه که این قوامی که ریه داره مثل حالت بادکنک باز و بسته میشه، با حالت مثل چرمی در بیاد و نتونه باز و بسته بشه و همین باعث نفس تنگی میشه. به خاطر همین وقتی که فرد دچار نفس تنگی شد، در واقع این التهاب در ریه ایجاد شده. به خاطر اینکه ما اگه بگیم کاری بخوایم بکنیم که نفس تنگی نکنیم، این ماهیت بیماری هست که به خاطر سیستم دفاعی بدن التهابی که ایجاد میکنه باعث نفس تنگی میشه. تنها کاری که ما باید بکنیم این هست که سیگار نکشیم، قلیان نکشیم، حداقل در 3 ماه آینده، چون مطالعات نشون داده کشورهایی که میزان سیگار کشیدن بالا بود باعث مرگ و میر بیشتر شده. خیلی از کشورها 70-75% افرادی که میمیرن مرد هستن و یکی از دلایلش استفاده بیشتر مردان هست از سیگار و قلیان. با عنوان پرسش اخیر، پیش بینی شما از سیر ویروس کرونا در جهان چیست؟ بحران تا چه زمان ادامه خواهد داشت؟
متاسفانه این بحران ادامه پیدا خواهد کرد. بعضی از کشورهایی که زودتر مبتلا شدند مثل چین در واقع روند رو به نزولی هست. بعضی از کشورهایی که بعد از چین شروع کردن مثل ایران، اونا الان در اوجش هستند و ایتالیا و اسپانیا. بعضی از کشورهایی که به تازگی رو به اوج هستند مثل آمریکا و کانادا به سمت گستردگی زیادی پیش خواهد رفت و در نهایت کشورهایی که هنوز نگرفتن اونا شروع میکنن به گرفتن، مخصوصا کشورهای آفریقایی، و نگران این هست که بعد دوباره از کشورهای آفریقایی برگرده به سایر کشورها. به خاطر همین حداقل 2 تا 3 ماه آینده ما با این بیماری دست و پنجه به میزان زیاد نرم میکنیم و ممکنه تا 5-6 ماه آینده همچنان این مشکل وجود داشته باشه. آقای کامیار علایی، متخصص بین المللی بهداشت و استاد دانشگاه، تشکر از وقتتان. منم از شما تشکر میکنم، انشاءالله موفق باشید. سپاس.